مهمان امروز من رئیس فدراسیون جهانی که تصمیم گرفته یکی از اعضای خودش ایران رو محروم بکنه رسانه های ایران انتقاد میکنن که او این تصمیم رو تحت تاثیر لابی اسرائیل گرفته اما خودش میگه در زندگی طوری بزرگ شده که هیچ کشور یا شخصی نمیتونن در تصمیماتش تاثیر بگذارند با من باشید پوریا جافره در یک مصاحبه اختصاصی با پرزیدنت ماریوس بیزر رئیس فدراسیون جهانی جدو ماریس آقای ماریوس ویزر رئیس فدراسیون بین‌المللی جودو خیلی ممنونم که با بی بی سی صحبت میکنید از شما میخوام در مورد چشمانداز جودو در حال حاضر صحبت کنید. میدونم که آخرین دور گرند در تاشکند برگزار شد. وضعیت کلی چطوره و شما چقدر راضی هستید؟ الان <applause> <applause> راضیم چون همین دیروز از تعطیلات برگشتم بعد از یک دوره پرفشار <applause> کاری و برگزاری موفقیت ها مسابقات قهرمانی جهان ما از سال 2009 یک تور جهانی جدا داشتیم که شامل حدود 20 رقابت مختلف در سال میشه از جمله گرند پری، گرند سلم، مسترز و مسابقات قهرمانی جهان در قالب فردی و تیمی در رده های جوانان، بزرگ و نیروهای مسلح داشتیم علاوه بر اون ما یک برنامه خوب آموز آموزشی اجتماعی رو در چارچوب چندین پروژه راه انداختیم که از بین اونها میتونم به جودو برای صلح اشاره کنم همچنین داریم تعداد اعضای فدراسیون رو بیشتر میکنیم و راهکارهایی داریم که از طریق اونا میخوایم جودو رو معرفی کنیم و تصویری درست از این ورزش در عرصه جهانی ارائه کنیم که بتونه ارزشهای آموزشی جودو رو به همه نشون بده و این کار رو داریم از طریق برگزاری مسابقات و ارتقای آموزش انجام میدیم سال آینده مسابقه المپیک در توکیو ژاپن برگزار میشه و در واقع جودو داره به زادگاه خودش برمیگرده اهمیت رقابتها از نظر شما در چه سطحیه خیلی مهمه ژاپن اخیرا مسابقات قهرمانی جهان رو با موفقیت میزبانی کرد در واقع این مسابقات یک دستگرمی برای المپیک سال بعد محسوب میشد خب ورود جدو به المپیک از سال 1964 و در خود توکیو بود حالا هم دوباره توی سال 2020 داریم به وطن جودو برمیگردیم. امیدوارم المپیک موفقی برای جودو باشه. به خصوص در چارچوب مسابقات تیمی که نسخه المپیکی اون رو اولین باره که اجرا می‌کنیم و امیدواریم تیم جهانی پناهنده ها رو هم توی مسابقات شرکت بدیم. درسته چون در حال حاضر چونه زدن با کمیته بین‌المللی المپیک سر تعداد مدال‌های بیشتر برای جدو خیلی سخته چطور می‌خواید این کار را انجام بدید؟ کمیته <applause> <همتش> <متس> بین المللی المپیک در این خصوص برخورد خیلی مثبتی داشته ما هم در طول تاریخ حضور جدو توی المپیک و همچنین برگزاری مسابقات قهرمانی جهان و ثابت کردیم که رویدادهای تیمی خیلی جذاب و پرهیجانه هم برای رسانه ها،, تماشا ها و هم برای کشورهای شرکت کنند Uh, uh, there are, there are points... به نظر میاد که دو تا نکته برای شما خیلی مهم هستن یکی درستی و اخلاق مادری ورزش به خصوص در المپیک دوم وضعیت جدوکاهایی که جز پناهنده هستند و موقعیت این رو ندارن که مثل بقیه تمرین کنن uh... ما در سالهای گذشته یک طرح ابتکاری در فدراسیون بین المللی جدو راه انداختیم که راه حلی پیدا کنیم برای همه بچه هایی که پناهنده و مهاجر هستند که بتونن بعد از ارائه مدارک رسمی مربوط به اقامتشون توی کشور جدید در مسابقات مختلف رسمی از رده ملی تا سطوح بالای جهانی رقابت کنند این افراد باید در نظام آموزشی کشور جدیدشون باشند و والدین اونها هم در فرای فرایند ادغام در کشور جدید و برنامه های مختلف اجتماعی فعال باشند یا کار قانونی داشته باشند. به نظرم این کار یک ارزش افزوده بزرگی برای ورزش بین المللی و همچنین المپیک با خودش به همراه میاره. کمیته بین‌المللی المپیک ما رو به این کار ترغیب کرده و حمایت خودش رو از آینده این پروژه اعلام کرده چون خیلی مهمه و به همه بچه های دنیا این فرصت رو میده که ورزش رو در یک سطح یکسان و عادلانه انجام بدند چون ورزش یک ارزش جهانی و به همه انسان ها تعلق داره بنابراین همه باید از فرصت برابر بهره مند باشند ورزش خصوصا برای پناهنده ها و مهاجرین میتونه خیلی خیلی مهم باشه و در کنار مدرسه فضای مناسبی رو برای ادغام اجتماعی فراهم میکنه. در کنار این مسائلی که گفتید به نظر میاد دوست دارید که مسابقه های جدو منصفانه و عادلانه باشند و با هر گونه تقلب، دوپینگ و هر چیزی که خلاف مقررات باشه برخورد میکنید. Of course, البته این هدف ماست ولی خب همه ما انسانی و اتفاقاتی میفته ولی رسالت و وظیفه ما اینه که جلوی این موارد رو بگیریم در هر صورت وقتی با این اتفاقات روبرو میشیم باید راهی برای حل مشکل پیدا کنیم و یکی از این موارد که هنوزم وجود داره مربوط میشه به جدکای ایرانی سعید مولایی موضوعی که سرتیت اخبار جهان هم شد چه زمانی برای اولین بار متوجه شدید که یه اتفاقایی داره اینجا میفته؟ It of خب این قبلا توسط ورزشکارای ایرانی انجام می شده البته اقدامی بوده که مسئولین این کشور به ورزشکار دیکته می اینکه از رویارویی با رقبای اسرائیلی امتناع کنند در اساسنامه فدراسیون بین المللی جدو اصولی مثل جهانی بودن بیطرفی تبعیض زدایی و تبعیت از اصول اخلاقی ورزش به سراحت تاکید شده چون ورزش به جامعه تعلق داره و یک ارزش جهانی که باید محترم شمرده بشه همینطور باید اضافه کنم که همه روی این نکته توافق دارند که ورزش تنها ارزشیه که ملت رو به هم وصل میکنه و این قدرت رو داره که مردم دنیا رو با هم مرتبط کنه و جهان رو تغییر بده چون در دنیایی که بینید دین سیاست تجارت و معیارهای مختلف اقتصاد و توسعه دارن کشورها رو و جوامع رو از همدیگه دور میکنند ورزش این وسط داره ملت رو به هم نزدیک میکنه و ما باید از این کار کرد برد ورزش، محافظت کنید درسته، مشخصا در مورد سعید مولایی از کجا به بعد داستان برای شما غیر قابل قبول شد و شخصا تصمیم گرفتید که به این قضیه ورود کنید؟ از اینجا همونطور که گفتم توی مسابقات گذشته قبل از اینکه من عهدهدار ریاست فدراسیون جهانی بشم موارد امتناع از روبرو شدن با ورزشکارای اسرائیلی از طرف ورزشکارای ایرانی تکرار شده بود اولیش سال 2004 توی المپیک آتن بود اون موقع آرش میر اسماعیلی قهرمان وزن خودش بود الان میر اسماعیلی خودش رئیس فدراسیون جدوی ایرانه توی المپیک آتن میر اسماعیلی بر اساس قرعه باید با حریف اسرائیلی روبرو میشد برای اینکه این اتفاق نیفته امدم بازی قبلش رو واگذار کرد و خودش رو حذف کرد اون موقع این اتفاق از نظر من که رئیس اتحادیه جودو اروپا بودم خیلی مایه شرمساری بود چطور بگم یه جورایی گیج شده بودم نمیتونستم بفهمم که چرا هیچ کسی حاضر نیست این مشکل رو حل کنه مشکلی که مثل یه میراس از المپیک آتن به مسابقات بعدی هم سرایت کرد یه امتیاز منفی بود بعد از اینکه سال 2007 رئیس IJF فدراسیون جهانی شدم یقینا وظیفه من ارتقای ورزش جودو بود هر چی جلوتر رفتیم تکرار این رفتار از طرف فدراسیون ایران ادامه داشت ما چندین بار بهشون تذکر دادیم و هر بار قول میدادن که یک راه حلی پیدا کنن که این اتفاق دوباره نیفته ولی در نهایت مشکل جدی تر شد چرا؟ چون توی سالهای اخیر جدوی اسرائیل خیلی رشد کرده جدوی ایران هم که توی رده های مختلف وزنی همیشه قوی بوده نتیجه اینکه حالا دو تا از جدوکاهای قدر یا بهتر بگم بهترین های این وزن در حال حاضر سعید مولایی از ایران و ساگی مکی از اسرائیل هستند خب رقابت های زیادی توی این وزن و بقیه وزن ها بود تو دسته سنگین و همینطور توی 73 کیلو مولایی که سال قبل توی مسابقات باکو قهرمان جهان شده بود در مسابقات اخیر گرند پاریس هم امدم بازی قبل از روی روی با رقیب اسرائیلی رو واگذار کرد بعدش توی مسابقه ها برای کسر مدال برونز هم یه برد خیلی آسون داشت و مدال رو به دست آورد بعد از مسابقه برای اینکه مجبور نشه روی سکوی اهدای مدال ها کنار جودوکای اسرائیلی بیسته توی پنج ثانیه آخر مسابقه ردبندی تظاهر به مسلومیت کرد تا روی سکو نره و توی جشن نتایج کنار حریف اسرائیلی نباشه و همین انعکاس بدی در رسانه ها و در جامعه جودو داشت یه نمونه مشابه دیگه هم یکی دو سال پیش توی گرامپری لاهه داشتیم. و نهایتا نقطه بحرانی این مسئله توی مسابقات اخیر قهرمانی جهان خودش رو نشون داد اونجا مولایی که بیشترین شانس قهرمانی رو توی دسته 81 کیلو داشت از طرف مسئولین کشورش مجاب شد که مسابقه نده و خودش را از رقابت ها خارج کنه این اتفاق قبل از مسابقه مولایی با حریف قدر روس خالمرزایف مدافع عنوان قهرمانی المپیک ریو بود تیم ناظر آی جی اف متوجه این قضیه شده بودند و ورزشکار ایرانی هم خیلی متأثر بود گریه می کرد، می لرزید و از شدت ناراحتی احساساتش رو نمیتونست کنترل کنه و به مدیر تیم ناظر آی جی اف گفته بود که واقعا نمیدونه باید چه کار کنه چون از ایران بهش دستور داده بودند که نباید مسابقه بده و باید سریعا خودش را رو از زور رقابت ها خارج کنه نهایتا مولایی را پیش من و اعضای دبیرخانه فدراسیون جهانی و بعضی از اعضای کمیته اجرایی آوردند مولایی قضیه را توضیح داد البته با کمک یه مترجم چون خودش خیلی ناراحت و احساساتی شده بود و بی وقفه گریه می کرد و وضعیت روحی روانی به هم ریخته ای داشت چون فقط پنج دقیقه وقت داشت و باید تصمیم می گرفت که آیا باید با حریف روس که قهرمان المپیک ریو بود روبرو بشه یا نه امتناع کنه که دور بعد مجبور نشه با حریف اسرائیلی مسابقه بده خب فکرشو بکنید که مولایی باید فقط توی چند دقیقه آینده و سرنوشت خودش رو رقم میزد و تمام خطراتی که ممکن بود خودش و خانوادهش رو تهدید کنه رو در نظر می گرفت. من براش توضیح دادم که بعضی وقتها توی زندگی شرایطی به وجود میاد که تو باید واقعا تصمیم بگیری. بهش گفتم من خودم زمانی از یک کشور کمونیستی بلوک شرق یعنی رومانی که یک حاکمیت تمامیت خواه داشت مهاجرت کردم. سال 1988 از مرز مجارستان و بعدش اتریش عبور کردم. بهش گفتم این تصمیمیه که خودت باید بگیری ولی در هر صورت آی اف شخص من و بقیه فارغ از نوع تصمیمی که میگیری پشت تصمیم بعد تصمیم گرفت که با حریف روس مسابقه بده یک دقیقه و نیم قبل از شروع مسابقه رفت روی تاتامی مولایی قهرمان المپیک ریو را شکست داد توی یک چهارم نهایی هم مقابل دارنده برونز المپیک ریو برنده شد و حالا توی دو تا مسابقه نیمه نهایی یه طرف ساگی موکی از اسرائیل با حریفش بود و یه طرف هم مولایی بود با رقیب بلژیکی خودش حالا اتفاقی که این وسط افتاد این بود که چند نفر از سفارت ایران خودشون رو به سالن رقابت ها رسوندن و یکی از اونها سمت مربی تیم ایران رفته بود کارت مربی رو گرفته بود و از این طریق وارد قسمت تمرین ورزشکارا شده بود این فرد مستقیما میره سمت مولایی و بهش میگه که مسابقه رو باید واگذار کنی چون مامورای اطلاعات همین الان توی ایران رفتن خونت و دارن اعضای خانواده تو رو بازجویی میکنند همین فکر کنم باعث به هم ریختگی ورزشکار شد و نمیدونست باید چه کار کنه نهایتا تصمیم گرفت که مسابقه بده ولی دیگه هیچ انگیزه ای برای برد نداشت من نمیتونم بگم که آیا امدم مسابقه رو باخت یا نه من خودم هم ورزشکار بودم و هم مربی میتونم این حالت و احساس ناراحتی رو درک کنم همینطور اینکه شما دارید با مدافع عنوان قهرمانی المپیک یه دور نیمه نهایی مسابقه میدید نمی‌خوام در مورد اینکه چطور مسابقه رو باخت نظر بدم. چون ساگی موکی قبلش اون یکی نیمه نهایی رو برده بود و توی فینال منتظر حریفش بود یعنی حالا مولایی اگر ادامه میداد توی رد بندی میتونست برونز بگیره و این باز معنیش این بود که توی جشن اهدای مدال باید همراه موگیساکی اسرائیلی روی سکو میرفت بنابراین هم نیمه نهایی و هم رده بندی رو واگذار کرد ولی بعدش تصمیم گرفت که توی یک مصاحبه همه چی رو علنی کنه و سابقه قضیه و دخالت های مستقیم مسئولین ایران. از جمله رئیس فدراسیون جدو رئیس کمیته ملی المپیک و همینطور معاون وزیر ورزش رو آشکار کنه بعد از اون به آلمان رفت و در حال حاضر اونجاست و منتظره که بتونه وضعیت جدیدش رو اونجا تثبیت و روشن کنه بله در ادامه بازم به این موضوع برمیگردیم ولی یادم تو ماه فوریه بعد از گرند اسلم پاریس یکی از همکارای ما از شبکه بی بی سی سپورت به شما گفت چیزی که میبینیم اینه که یه ورزشکار عمدن داره مسابقه خودش رو واگذار میکنه ولی اون زمان در پاسخ شما پشت مولایی ایستادید خب این قضیه خود شما رو تو موقعیت سختی قرار داد شما گفتید که ما نباید که شرافت ورزشکار رو زیر سوال ببریم دقیقا میخوام بدونم دقیقا چی فکر میکردید Of the totalitarianism ببینید من خودم تجربه زندگی در یک ساختار حکومتی تمامیت خواه رو داشتم. شکی نیست که ورزشکارا باید از یه سری قوانین کشورشون تبعیت کنن. منم میفهمم که هر کشوری میتونه مقررات خاص خودش رو توی قلمرو خودش البته داشته باشه. ولی وقتی این کشورها وارد فعالیت ها و برنامه های بین المللی میشن و به عضویت نهادهای های بین المللی در میان دیگه لازمه که از قوانین اون نهادها ها هم پیروی کنند بنابراین نمیتونن همین جوری وارد بشن و توی یک سازمان جهانی و یک رویداد بین المللی قوانین مختص به خودشون رو اجرایی کنند اگه ما قرار بخشی از این نهاد باشیم باید از قوانین اون نهاد تبعیت کنیم وقتی توی یک کشور و قلمرو خودمون هستیم خب معلومه میتونیم میتونیم قوانین خودمون رو بر اساس سنت، دین، تاریخ، فرهنگ و امثال اینها اجرایی کنیم. ولی وقتی وارد نهادهای بین المللی میشیم و میخوایم عضوی از جامعه بین المللی باشیم، باید مقررات حاکم بر اون رو هم رعایت کنیم. به همین دلیل من بعد از مسابقات پاریس سعی کردم از ورزشکار ایرانی دفاع کنم چون وضعیتش رو درک می کردم شما نمیتونید مولایی رو محکوم کنید چون مجبور بود اون کار رو انجام بده منم البته واکنش خودش رو دیدم اصلا خودش از انجام این کار راضی نبود ولی خب مجبور شده بود و این اتفاقی بود که رخ داد من خوب میفهمم که همین ورزشکار رویای تغییر و آزادی رو توی ذهنش پرورش میده و لازم میدونم که شجاعت حیرت انگیزش رو تحسین کنم. اون نترسید و ضد حکومت و یک سنت اجباری حرف زد. حقیقت رو گفت. از روح آزادی بلند بلند دفاع کرد. و این کار ساده ای نیست. و در عین حال این رو هم در نظر بگیریم که این شخص نگران خانواده خودش بود. taking consideration that he has there his members of the درسته شما سعی کردید که این مسئله را از مجاری قانونی پیگیری کنید فکر میکنم که طرف های بهار بود که در این زمینه با مسئولین ایرانی مکاتبه هم کردید جواب اونها با امضای رئیس فدراسیون جدو و رئیس کمیته المپیک رو هم دریافت کردید exactly. دقیقا ببینید سیاست من همکارام و آی جی اینه که در قبال همه کشورها بیطرف عمل کنیم چون وقتی بحث ورزش جدا هست ما هممون برابریم ما به همدیگه احترام میذاریم و از هم حمایت میکنیم در این حال باید به قوانین احترام بگذاریم و از اونا پیروی کنیم و هوای ورزشکارا رو هم داشته باشیم به همین دلیل ما هم نامنگاری مفصلی رو با مسئولین فدراسیون جدو و کمیته ملی المپیک ایران شروع کردیم بعدش همراه بعضی از همکاران، باهاشون در حاشیه مسابقات قهرمانی آسیا توی ماه مه یه جلسه داشتیم رئیس فدراسیون جدو رئیس رئیس کمیته ملی المپیک و چند نفر دیگه از مسئولین ایرانی رو دیدم یک جلسه طولانی ولی بدون نتیجه داشتیم آخر سر بهشون گفتم ما احترام میذاریم ولی همش میگفتند که بله ما سنت ها و قوانینی داریم و میگفتند که من با این کارم دارم جدوکاهای ایرانی رو تنبیه میکنم ولی گفتم نه برعکس ما میخوایم ازشون حمایت کنیم و کمکشون کنیم ما تا همونجا هم چندین پروژه در حمایت از جدوی ایران اجرا کرده بودیم ما قبلا هم از جودوکاهای کشورهایی مثل کوبا، کره شمالی، کوزوو و چند کشور آفریقایی و حوزه دریای کارائیب هم پشتیبانی ویژه کرده بودیم. تمام کشورهایی که عضو فدراسیون بین المللی جودو هستند رو همیشه حمایت کردیم و به هیچ وجه دنبال این نبودیم که جودو ایران رو تنبیه کنیم. چیزی که ما میخواهیم اینه که اونا فقط توی مسابقات قواعد و قوانین رو رعایت کنند و به اصول منشور المپیک احترام بذارن. نهایتا یه نامه بهشون ارسال شد که من خیلی دوست داشتم بهش عمل میکردن ولی این کار نشد و متاسفانه بعد از مسابقات قهرمانی جهان کمیته اجرایی از کمیته انضباطی IJF خواست که نظرش رو اعلام کنه اونا هم تمام مسائل مربوط به قضیه سعید مولایی رو توی مسابقات جهانی توکیو تحلیل و بررسی کردند و آخر سر روز 18 سپتامبر تصمیم به تعلیق فدراسیون جدو ایران از مسابقات قاره و بین المللی گرفتند و این تا زمان رأی نهایی کمیته انضباطی که به زودی صادر میشه پاورجا خواهد بود. بعضی از رسانه های ایران شما رو متهم کردن که تحت تاثیر لابی اسرائیل عمل کردید یا اینکه مسئولین یا اشخاصی در اسرائیل با شما در ارتباط هستند میشه لطفا اول رابطه خودتون با اسرائیل بر ما بگید و بعدش اینکه آیا از فدراسیون جدای اسرائیل کسی با شما تماس گرفت که ازتون بخواد این تصمیم رو در مورد جدای ایران بگیرید؟ nations. نه قبلا هم بهتون گفتم ما به همه ملت ها احترام میذاریم و رفتارمون با همه کشورها برابر و تو هم با حمایت ما با هیچ کشوری زدیت نداریم و هیچ کشوری رو هم نور چشمی فرض نمی کنیم و اصلا هیچ استثنایی هم قائل نیستیم و بذارید خیلی صادقانه بهتون بگم من توی زندگیم هرگز تحت نفوذ کسی تصمیم نگرفتم چون روحیات خاص خودم رو دارم در این حال یه فرد اسیانگر هم نیستم من یک فرد انسانگرا و طرفدار اصلاح هم. توی جدا هم از همون زمان شروع مبنای کارم داوطلبانه بود. بنابراین من تصمیماتم را آزادانه میگیرم و این تصمیمات با نظر جمعی همکارام اتخاذ میشه. به همین دلیل کسی مطلقاً و هیچ طوری نمیتونه توی فرایند تصمیم گیری روی من اعمال نفوذ کنه من همیشه دنبال اینم که بهترین عادلانه ترین و درست کار رو برای ورزشمون جدو انجام بدم the, the right for our sport. باشه پس بنابراین شاعبه نفوذ اسرائیل کلا اینجوری رد میکنید یا اینکه حتی اگه مسئولین اسرائیلی با شما تماسم گرفته باشن و در خصوص ایران گلایی کرده باشن شما مطلقا و مستقلا بر اساس روال و دستور کار خودتون و اونچه که به نظرتون درست بوده عمل کردین <applause> گلایه اسرائیل برای من اهمیتی نداره البته بعد از قضیه سعید مولایی خب خیلی واکنش ها از این دست و نظرات مختلفی توی رسانه های اجتماعی مطرح شد ولی من تصمیمم رو تحت نفوذ هیچ کدوم از اونها نگرفتم من فقط دنبال حفظ اخلاق ورزشی درستی و احترام به اصول رقابت منصفانه و ارائه تصویر زیبا از ورزش جدو هم. در مورد سعید مولای خب در حال حاضر وضعیت شهروندی و بر اساس تعریفی که روی کاغذ وجود داره پرنده نیست الان توی آلمان و به ما گفته که شما بهش تصمین دادید که میتونه تو المپیک شرکت کنه میشه بگید این امکان رو چه شکلی براش فراهم میکنید؟ از شروع امسال و با پیروی از ابتکار کمیته بین المللی المپیک بعد از المپیک ریو ما اقدامات حمایتی متعددی رو برای ورزشکارای پناهنده دنبال کردیم. از جمله اینکه تا شروع مسابقات المپیک بعدی بهشون حقوق پرداخت میکنیم در زمینه تامین تجهیزات و حضورشون توی رقابت مختلف ازشون حمایت مالی میکنیم امیدوارم مولایی هم به زودی وضعیت پناهندگیش توی آلمان درست بشه بعدش به تیم بین المللی پناهنده ها ملحق میشه در حال حاضر فکر می کنم مولایی میتونه توی مسابقات المپیک توکیو به عنوان یک ورزشکار در قالب این تیم شرکت کنه البته خب سناریوهای مختلفی هم ممکنه وجود داشته باشه ولی در حال حاضر معتقدم که مولایی توی المپیک توکیو حضور خواهد داشت جدا از بقیه مسابقه که بین جودوکا ها برگزار میشه شخصا دوست دارید که مسابقه رو بین سعید مولایی و ساگی موکی روی توشک از نزدیک ببینید نه این سوال جوابی نداره یعنی این که من چی دوست دارم یا ندارم مهم نیست البته قطعا هم برای جامعه ورزشی و هم ورزش دوستا و حتی اونایی که اهلش هم نیستن دیدن این رویارویی هیجان انگیز خواهد بود من نمیتونم نظر شخصی بدم و این موضوع در واقع مثل قرعه سرنوشته ورزشکارهای دیگه ای هم تو ایران هستن که این موقعیتی که برای سعید مولایی ایجاد شده رو ندارن به همین دلیل بعضی ها به شما خورده میگیرن که با این تصمیم تعلیق فدراسیون جدای ایران در واقع جدوکاهایی که تو ایران هستن رو دارید از المپیک محروم میکنید بله سوال خوبیه خود من هم راستش بخواید اولش به یه گزینه دیگه فکر کردم اینکه بیایم فقط فدراسیون جودو رو محروم کنیم ولی بذاریم جودوکه های ایرانی با پرچم آی, جی ای در رقابت های مختلف المپیک شرکت کنند ولی دیدم حتی با اون کار هم دوباره همین اتفاقات میفته و جدوکاهای ایرانی بازم با حریفای اسرائیلیشون روبرو نمیشن و اگر هم زیر پرچم آی جی اف رقابت کنن چون ملیت رسمی ایرانی دارن بازم امتناع خواهند کرد دیدم برای بهبود وضعیت نمیشه یک مشکل رو کنار بذاریم و صرفا اون رو با یه مشکل جدید جایگزین کنیم و باید تصمیم درست رو بگیریم الان هم اگر فدراسیون جدو ایران وفاداریش رو به منشور المپیک و مقررات آی جی اف ثابت کنه ما از بازگشتش به جامعه جهانی جدو استقبال میکنیم بله با این حال قضیه فرق میکنه ممکنه که تو بعضی از دسته ها اصلا ایرانیایی باشن که در اون دسته هیچ حریفی از اسرائیل حضور نداره ولی به واسطه این تعلیق بازم دارید فرصت از اونا میگیرید نه به نظر من این حکومت اونهاست که داره فرصت رو ازشون میگیره نه ما و نه جامعه جودو ما از حضور تمام کسایی که به قوانین احترام بذارن و ازشون پیروی کنن استقبال میکنیم میفهمم نکته دیگه اینکه جدا مثل بقیه هنرهای رزمی ژاپنی به مسئله احترام و رقیب اهمیت میده ولی در همین مسابقات اخیر دیدیم که بعد از مسابقه بین جودوکای مصری و اسرائیلی همون ساگیموکی از اسرائیل دو نفر با همدیگه دست ندادند. آیا در قبال چنین رفتارهایی هم اقدامات تنبیهی رو در نظر میگیریم بازم با صداقت بگم که در قواعد ورزش جدو اشارهای به دست دادن نشده فقط گفته شده که در زمان شروع و اتمام مسابقه دو رقیب برای هم تعظیم کنند البته من هم فکر می کنم اتفاقی که توی مسابقه افتاد تحریک کننده و تنشزا بود یعنی حرکت این ورزشکار اسرائیلی که مشابه اون رو توی المپیک ریو هم دیدیم اینکه شما نه تنها به دلیل اختلافات فرهنگی و دینی بلکه به دلایلی مثل هیجانات و ناراحتی ناشی از باخت با حریفتون دست ندید خب بازم تنش ساز <تصیح> <تصفح> آقای ویزه خیلی ممنون که افتخار مسابر به ما دادید blessure. خواهش میکنم